درس 15 سوزان که یک خانم آمریکایی است با همکار ترکش شاهین در استانبول صحبت می کند. مکالمه با این جمله سوزان که با تاکید می گوید من می روهم آغاز می گردد. بنگی همکارش می پرسد؟ نره؟ یعنی به کجا؟ و سوزان می گوید که به خرید می رود. به این مکالمه گوش دهید. شاهین بی، بنگی دیورم. Nereye? Alışverişe gidiyorum. Paranız var mı? Birkaç dolarım var. Kaç dolarınız var? Sekiz ya da dokuz dolar. Tekrar dinleyin. Şahin Bey, ben gidiyorum. Nereye? Alışverişe gidiyorum. Paranız var mı? Birkaç dolarım var. Kaç dolarınız var? Sekiz ya da dokuz dolar. Aya bir hatır derit ki çetör be güit. Asr be و چگونه به فرم رسمی می گویید؟ سلام حالا شما یک خانم آمریکایی هستید که در استانبول کار می کند با همکارتان؟ شاهین؟ تماس می گیرید. چگونه می پرسید آیا می توانم با شاهین آقا صحبت کنم؟ شاهین؟ Şahin Bey'le görüşebilir miyim? Şahin. Şahin Bey'le görüşebilir miyim? حالا شما در کافه ای هستید. به پیش خدمت بگویید عصر خیر یک شاملر. بپرسید که آیا دوغ وجود دارد؟ ایران وار ایران وار او چگونه به طور کوتاه پاسخ می دهد که ندارد؟ یک. سپس می گوید اما چای هست اما چای وار. این گونه می پرسید به من چای می دهید؟ و تکرار لعن. چای وریر 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 چای وریر به طور تحت لفظی، چای آیا شما می دهید؟ داشته باشید که به من مستطر است. دوباره بپرسید. به من چای می دهید؟ چای بریر می وقتی چای شما را می آورد شما می خواهید دو دلار بپردازید. می گوید دو دلار بفرمایید. 2 دلار بیرون. 2 دلار بیرون. او چگونه می گوید شما لیره ندارید؟ Liranız yok پاسخ منفی کوتاه بدهید. یک. و چگونه پاسخ مثبت کوتاه می وار. حالا او میپرسد به من سلیره می دهید؟ 3 لیره ویدیو میکنید؟ 3 لیره ویدیو میکنید؟ بپرسید چقدر این 4 لیره است؟ نه 4 لیره مه؟ 4 لیره مه؟ او پاسخ میدهد؟ نه، به من 3 لیره میدهید؟ Hayır. Üç lira verir misiniz? Verir misiniz? Beporsit, be dolar çe kadrast? Dolar olarak ne kadar? O pasok mi dağıt? Be dolar ben ne mi Dolar olarak bilmiyorum. در روز دیگری دوستتان به شما میگوید من پول ندارم. پرم یک بگوید من لیره ندارم. لیرم یک لیرم یک اما کمی دلار دارم. اما بیرکچ دولارم وار. بیرکچ اما بیرکچ دولارم مار. آیا واجه شما را به یاد دارید؟ سیز حالا شما میخوایید بگوید؟ من به شما دلار خواهم داد. به طور تحت لفظی به شما دولارهای من خواهم داد. ابتدا به شما را تمرین میکنیم. دینلین و تکرارلین. سیزه سیز اه. توجه داشته باشید که پایان عبارت به معنای به می باشد. چگونه می گوییم به شما؟ سیزه سیزه این گونه می گویید من خواهم داد. دینلین و تکرارلین وریم یم vere vereyim چگونه میگویید من خواهم داد vereyim سعی کنید بگویید من به شما دلار خواهم داد به طور تحت و لفظی به شما دلارهایی من خواهم داد سیزه دلار vereyim سیزه دلار وریم. حالا سعی کنید بگوید، من به شما شانزده دلار خواهم داد. سیزه 16 دلار وریم. سیزه 16 دلار وریم. بگوید، من به شما هفده دلار خواهم داد. sizeize 17 دلار برeyim من به شما هجد یا 19 دلار خواهم داد size 18 یا da 19 دلار vereyim 18 یا دا 19 دوباره بگوید؟ من به شما 16 دلار خواهم داد. سیزه 16 دلار بدهیم. روز دیگری است و شما در کافه هستید. به طور رسمی با پیشخدمت احوال پرسی کنید. بگویید سلام. ای گونلر شما دوغ سفارش می دهید اما پیشخدمت اشتباهی برای شما چای می آورد. آن را روی میز میگذارد و میگوید بفرمایید. بایرون میخواهید بپرسید آیا این برای من است؟ ابتدا واژه را تمرین کنیم که به معنای برای است. دین لین و تکرار لین ایچین ایچین چگونه میگویید برای ایچین برای من دیین و تکرلاین بیم چین بیم ب بن این چین چگونه میگوید؟ برای من بنی چین سعی کنید بگویید این برای من است. بو benim için. حالا با اضافه کردن کلمه پرسشی سعی کنید بپرسید این برای من است؟ بو بنیم چین می؟ بو بنیم چین پیش خدمت در سفارش شما اشتباه کرده است. او چگونه عذرخواهی می کند و میگوید ببخشید. اف Affedersiniz. او سپس برای شما یک دوغ می آورد و می گوید بفرمایید یک دوغ بایرون بیر ایران این گونه می گوید من می روم دینلین و تکرارلین یارم، گی، گی یارم، گی یارم. چه من میرم. گی یارم. بیا داری چه گونه, چه گونه کجا؟ نرده؟ این گونه میپرسید، به کجا؟ دینلین و تکرارلین. نره؟ یه؟ نره؟, نره؟ نره؟ تصور کنید با دوستتان هستید. او چگونه میپرسد، به کجا؟ نره؟ او میپرسد، آیا شما لیره دارید؟ لیرانوز وارمه؟ پس اخته هید، من هجده یا نوزه لیره دارم. 18 یا دا 19 لیرم وارم. لیرم. او می من به شما 17 لیره خواهم داد. دینلین و تکررلین. سیزه آن یدی لیره وره ایم. لیره. سیزه آن یدی ایم. او چکونه می گوید من به شما هفته لیره خواهم داد. سیزه آن یدی لیره ایم. سیزه. بپرسید آیا این برای من است؟ بینیم ایچین می؟ بینیم ایچین او این گونه پاسخ می دهد. برای شما. تکرار لین. سیزین ایچین. سیزین ای او چگونه می گوید برای شما. سیزنچین با استفاده از واژه من برای تاکید بگویید، من میروم بنگدیوروم بنگدیوروم دوستتان میپرسد به کجا؟ نرهه نرهه؟ شما چگونه میپرسید ؟ به من می دهید؟ یا به طور تحت لظی می دهید آیا شما؟ بریر misiniz؟ سعی کنید بپرسید: آیا به من دولار دهید؟ 19 دلار می 19 دلار verir misiniz 19 دلار verir misiniz؟ بپرسید این بلیره چقدر است؟ لیره olarak ne kadar؟ چگونه میگویید خیلی؟ چاک چاک این عبارت به معنای مقدار زیادی نیز می باشد. سعی کنید بگویید من مقدار زیادی پول دارم. چ پرم ورک پرم دوباره بگویید من مقدار زیادی پول دارم چک پرام وار. دوستتان چگونه میپرسد آیا شما پول دارید پرانز مه و او چگونه میپرسد آیا شما لیره دارید؟ لیرانز وارم لیرانز بگوید نه ولی من مقدار زیادی دلار دارم هایر اما چوک دولارم وار دوباره با تحکید بگوید من میروم بن گیدیرم بن گیدیرم دوستتان دوباره میپرسد به کجا نر ر آیا به خاطر دارید که چگونه میگویید خریدن الشورش alışveriş. و چگونه میگویید من میروم؟ گیدیورم. حالا گوش دهید و تکرار کنید. من به خرید میروم. دینلین و تکرار لین. آلشوریش گیدیورم. آلشوریش. آلشوریش. توجه داشته باشید که در اینجا پایان کلمه خریدن می شود؟ اه. که این امر برای بیان مسیر است. دوباره بگوید من به خرید می روم. دوستتان چگونه میپرسد به کجا؟ نره شما چیزی را که برایش آورده اید به او میدهید. او میپرسد آیا این برای من است؟ بو به نمیچین مه؟ بو به مه؟ پاسخ دهید؟ بله این برای شماست. ایوت سیزین ایچین. حالا با تأکید بگوید، من به خرید می روم. بن الاشویرش گیدیورم. بن الاشویرش گیدیورم. چگونه می گوید، من لیره ندارم؟ لیرم یک. دوستتان چگونه میگوید من به شما شانزه لیره خواهم داد؟ Size 16 lira vereyim. Vereyim. Size 16 lira vereyim. در روز دیگری دوستتان را در کافه می بینید. او کتابی به شما می دهد. بپرسید آیا این برای من است؟ بو بینیم چین می؟ بو بینیم چین او پاسخ می دهد بله برای شما. Evet, sizin için. Sizin پیش خدمت به سمت میز شما می آید. بپرسید آیا به من چای می دهید؟ چای برر میسینیز؟ کمی بعد شما با تأکید به دوستتان می گویید من می روم. Ben gidiyorum. او میپرسد به کجا؟ نه به او بگوید که به خرید میروید. خرید می‌رود. خرید می‌رود. خرید می‌رود. خرید می‌رود. خرید می‌رود. خرید دلرنز ورم دلرینز او میپرسد آیا شما پول دارید پرنز ورمه پرنز ورمه سپس او میپرسد آیا شما لیره دارید لیرنز به طور کوتاه پاسخ دهید که دارید. وار. بگویید که شما کمی لیره دارید. بیرکچ لیرم وار. بیرکچ. چگونه با تاکید میگویید که میروید؟ من گیدیورم. او دوباره میپرسد به کجا؟ نره؟ نره؟ با هم بگوید برای من، برای شما. بینیم چین، سیزین چین. پیش خدمت یک بار دیگر می آید. بپرسید آیا قهوه وجود دارد؟ کافه این اینگونه پاسخ می دهید؟ اصلا هیچ چیزی وجود ندارد یا به طور ساده نه اصلا. دینلین و تکرارلین. هیچ یک. هیچ. هیچ یک. هیچ یک. کدام بخش به معنای به هیچ وجه یا اصلا می باشد؟ هیچ هیچ چگونه می گویید اصلا هیچ چیزی وجود ندارد؟ هیچ یاک هیچ یاک دوستتان می پرسد شما چند دلار دارید؟ کچ دولارنز وار؟ بگویید نه nah, اصلا. هیچ یک. دوستتان دوباره میپرسد شما چند دلار دارید؟ کچ دولارنز وار؟ این بار بگویید من کمی دلار دارم. Birkaç dolarım var. Birkaç dolarım var. Saykınid beguid, men miqdarı ziyade dolar daram. Çok dolarım var. Çok dolarım var. Ve çegune miğuid? Ne aslan هیچ یک. دوستتان میگوید من به شما هجده دلار خواهم داد. سیز 18 سیز دلار بپرسید بلیره چقدر می شود؟ لیره اولاراک نه او میپرسد شما چند لیره دارید؟ کچ لیره نزوار؟ بگوید نه اصلا هیچ یک هیچ یک حالا با تأکید بگویید من میروم. بن گیدیورم.

آیا چای برای من است؟ چای بنیم چین به او بگوید بله چای برای شماست. Evet, چای سیزین چین. او چگونه از شما میپرسد شما هیچ دلاری ندارید؟ ز دلارینیز یک م پاسخ دهید نه اصلا هیچ یک او میگوید من به شما کمی دلار خواهم داد سیزه برکچ دلر ورم سیزه سیزه بر ک دلارورم او سپس به شما می گوید؟ بفرمایید 17 ده دلار بیرون 17 دلار چگونه می پررسید این بلیره چقدر می شود؟ لیر olarakک ن از او بپرسید آیا شما لیره دارید؟ لیره نزوار ما؟ او میگوید من مقدار زیادی پول دارم. چک پارم وار. چک پارم وار. از او بپرسید پس آیا به من لیره می دهید؟ O zaman lira verir misiniz? O zaman lira verir misiniz? او چگونه از شما میپرسد شما هیچ لیره ای ندارید؟ لیره یک مو؟ لیره یک مو؟ با هم بگوید برای شما، برای من. سیزین ایچین، بنیم ایچین سیزین ایچین، بنیم ایچین عبارت آیا شما می دهید چیست؟ وررمیسونست؟ او به شما می گوید من مقدار زیادی لیره دارم چاک لیرم وار. برای شما. سیزین چین. او میپرسد آیا شما پول ندارید؟ پرانز یک ما. پرانز یک به شماره یک نگاه کنید که شامل حرف وی می شود. این حرف با توجه به صدای قبل از آن چیزی ما بین W و V انگلیسی تلفظ می شود. شماره یک را بخوانید. و شماره دو را بخوانید. وار سه Evet. حالا شماره چهار را بخوانید. کوا شماره پنج را بخوانید. ضربه روی سیلاب آخر است. کوالا کوالا شش آو شماره هفت را بخوانید که شامل صدای آی کشیده است. دوم هشت شماره نه را بخوانید که حرف ای در آن شبیه به حرف ای خوانده می شود ور ده دو به شماره یازده گوش دهید و آن را تکرار کنید این کلمه شامل حرف او با دو نقطه بالای آن است که این گونه خوانده می شود. ا گل gueule. حالا سعی کنید شماره دوازده را بخوانید. ان شماره سیزده اردک اردک چهارده کله به شماره پانزده نگاه کنید. حرفی که شبیه به حرف سی در زبان انگلیسی است در زبان ترکی صدای ج میدهد سعی کنید شماره 15 ۱۵ را بخوانید جان جان حالا سعی کنید شمارهٔ ۱۶ را بخوانید انجیر انجیر ۷ سوجو ۸ آنجا آنجا 19 جسم جسم شماره 20 ضربه روی سلابه آخر است جبج جبج. در صورتی که به 80 درصد مطالب درس تسلط دارید فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید